دانشجوها، بازاریا، آخوندهایی مثل منتظری و رفسنجانی همراه با سایر نیروهای اجتماعی همشون به سمت مجاهدین رو آوردن. اطلاعیه حوزه علمیه قم در تیر ماه سال 1351. رزمندگان با ایمانی چون حنیف نجات‌ها، سعید محسن‌ها، بدیزادگان‌ها، ناصر صادق‌ها، باکری‌ها از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران را اعدام کردند و از همین راه خصلت دستنشاندگی و ضد اسلامی خود را آشکارتر نمودند. رزمندگان مجاهدی را شهید ساختند که اصالت‌های فکری اسلامی و دید صحیح و انقلابی از قوانین آزادی بخش قرآن تعیین کننده جهت جنبش آنان بوده و مرگ شرافتمندانه خود را لقاء الله می‌دانستند. و این هم نامه منتظری به خمینی در تاریخ 15 صفر سال 1329 هجری قمری برابر با سال 1351 هجری شمسی. خودتون گوش کنید. حضرت آیت الله العظمی قدس ظله العالی پس از تقدیم سلام و تحیات به عرض عالی میرساند، چنان که اطلاع داری عده زیادی از جوانهای مسلمان و متدین گرفتارند و عده‌ای از آنان در معرض خطر اعدام قرار گرفتند. تسلط آنان نسبت به شعائر اسلامی و اطلاعات وسیع و عمیق آنان بر احکام و معتقدات مذهبی معروف و مورد توجه همه آقایان و روحانیین واقع شده است و بعضی از مراجع و جمعی از علمای بلاد اقداماتی برای تخلص آنان کردند و چیزهایی نوشته شده. به جا و لازم است از طرف حضرت عالی دید در تأیید و تقویت و حفظ دماء آنان چیزی منتشر شود. این معنی در شرایط فعلی ضرورت دارد، چون مخالفین سعی می کنند آنان را منحرف قلمدار کنند. البته کیفیت آن بسته به نظر حضرت عالی است. در خاتمه از حضرت عالی ملتمس دعای خیر می باشم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حسین علی منتظری. خمینی تو جواب این نامه چیکار کرد؟ سکوت. البته خمینی پرت افتادگی و پایین اومدن موقعیت خودش رو میدید، اما با وجود این به رغم هشدارهای بقیه آخوندها کاری جز سکوت نمیتونست بکنه. چراشو رحمان میگه، چون ماهیتش با مبارزه انقلابی و مقاومتی که مجاهدین شروع کرده بودن هیچ سنخیتی نداشت. آخوند فرصت طلب و مفخوری مثل خمینی کجا مشی مسلحانه و پرداخت بها و شکنجه و فداکاری و شهادت کجا؟ سکوت خمینی یک دلیل دیگه هم داشت که اینو بابک میگه. خمینی اگه میخواست مجاهدین رو تایید کنه در واقع زیراب خودش رو میزد، چون تایید صریح مجاهدین یعنی تایید نقش رهبری کنندهشون در جنبش اون زمان، یعنی در یک کلام چشم دینای مجاهدین و اقبال گسترده اونا رو نداشت. حالا با این همه ببینید محبوبیت اجتماعی مجاهدین و فشار افکار عمومی کار رو به کجا کشوند که در نهایت خمینی مجبور شد بدون اینکه اسم مجاهدین رو بیاره فتوای اختصاص دادن یک سوم سهم امام به جوانهای مسلمون و میهن دوست رو صادر کنه، که البته در اون روزگار این فقط فعلا همین مقدار از بازتاب اجتماعی شهادت بنیانگذاران رو از ما داشته باشید تا بار بعد باز هم در این زمینه صحبت کنیم و از ضربه و ابتلای دیگه‌ای بگیم که شاید اسمش به گوشتون خورده باشه، ضربه اپورتونیست های چپ نما. به امید دیدار و خدا نگهدار.